آصف آشنا فعال سیاسی برای بحث بیشتر در استودیو مهمان من است و بیشتر در این موارد به گفتگو میپردازیم سلام شما آشنا خیلی خوش آمدید به برنامه آقای مسعود انتخابات بسیار جدی را ساختن به حکومت وحدت ملی که چرا نمیتونن از اکمیت ملی تمثیل بکنن از تمام ترزی دفاع بکنن واقعا این موارد در زمانی که آقای مسعود معاون رئیس جمهور بود و حداقل در همین حکومت هم به عنوان نماینده با صلاحیت رئیس جمهور در امور اصلاحات بود در نظر بود میگفتن و تمثیل میشد تشکر با درود مجدد خدمت شما و مردم افغانستان خب تنها آقای مسعود انتقاد نکرده در روزهای اخیر و هفته های اخیر به دلیل نزدیک شدن انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری تنور نقد و اعتراض به آدرس حکومت وحدت ملی داغ شده و یک مجموعه از سیاسیون مهره دروش در افغانستان دارن انتقادهای تند وارد میکنه اگر نقد ها و اعتراض ها و نکتگیری های یا تحرکات اپوزیسیونی را آسیب شناسی کنیم به آدرس حکومت وحدت ملی در سه سطح میشه بررسی کنیم یک آنچه برمیگرده به مردم مردم اعتراض مردم انتقاد مردم در حد به آدرس حکومت وحدت ملی از حد اعتراض و انتقاد گذشته مردم عملا متنفرن و نفرت دارند از آنچه در چهار سال حکومت وحدت ملی اجرا شده این یک واقعیت مردم خودش میفهمند که چرا تا مرحله نفرت و انزجار رسیده در مورد سیاسیون در دو طیف از سیاسیون را دو طیف از نقد را در سیاسیون میشه دید یک مجموعه کسای هستند که میفهمند مردم انتقاد دارن میفهمن مردم اعتراض دارن میفهمن مردم متنفرن از حکومت وحدت میلیون رو نقد وارد میکنن در کل همه این نقد ها یا بخش عظیم از نقدها از هر آدرسی که وارد میشه به حکومت وحدت ملی درستن منتقدین مهر درشت و سیاسیون مخالف آقای غنی راست میگن همه ایشان هر موردی را که انگشت میگذارن راست میگن ولی مشکل دی است که وقت خودشان رو بیاییم بررسی کنیم وقت کارنامه خودشان را بررسی کنیم وقت تجربه ای که خودشان به اجرا گذاشته و میزان تعهد صداقت و باورمندی خودشان را نسبت به آنچه میگویه بررسی کنیم متاسفانه میبینیم که وضعیت و ایرانتر است از آنچه که و ایرانی و آقای غنی مردم میشناسه خب پس با این حساب به مردم این فهمانده شده این سطح شعور بلند رفته که مردم هم دنبال این تحرکات سیاسیون نباشند و یک فکر جدای از این سیاسیون را داشته باشند من امیدوار هستم که فعالیت رسانه ها رسانه های آزاد و گردش آزاد اطلاعات هر چند محدودیت های وجود داره همین فضای موجود مردم افغانستان را کمک کرده باشد تا محک بزنه ولی بحثی است که سیاسیون مهر درشته که میاین بر خطاها و اشتباههای آقای غنی انگشت میگذاره متوجه باشد که نفس نقد وارد کردن نفس اعتراض وارد کردن با آقای غنی به معنی براعت حاصل کردن از خطاها و اشتباههای خودشان نیستند ما بسیار تعداد اندک از سیاسیون رو داریم در سطح رهبری در میان رهبران سیاست افغانستان که با آنچه میگن صادقن و دارای یک انداز و ویژن هستند و یک دیدگاه واضح داره مشکل ما به این برمیگرده که یک یک ایده محدود از سیاسیون و روشنفکران سیاسی بیشتر حالا نبین که من خودم مربوط به این نسل هستم بیشتر در نسل جوان به دلیل که میدان تجربه و محک زدن در داوری مردم را ندارن هنوز مشخص نیست چی میکنن ولی پاره از این اینا خطاکاران هستند و در خطاکاری بیشتر از آقای غنی خطا میکنن مشکل به این برمیگرده که اگر ما بخوایم داوری بکنم حداقل برای من جدا از اینکه من مخالف سریح سیاست آقای غنی هستم و از نظر من آقای غنی یک از خطاکاران غیر قابل بخش است در افغانستان و دنبال یک دائیه باطل و یک رویای ابطال شده میده و در افغانستان ولی حداقل ویژگی که آقای غنی داره یک برنامه یک اه اه دیدگاه و یک دائیه تعریف شده نزد خودش از گذشته های دور تا هنوز داره و برای او هم یک چشمنداز به آینده داره و هم دائیه خود را پول ها و نقف های هم به گذشته میزنه و در قبال هژمونی خواهش در افغانستان بسیار صادقه ولی در جناه مخالف متاسفانه ما اکثریت کسایی را که میبینیم اینا فقط میاین از عاطفه و احساسات مردم افغانستان سوی استفاده میکنه مردم را تهیج احساسات میکنه تا به برای تعاملات سیاسی و تعامل های روزمره و داد و ستت نقد به نقد روی روز فراهم بکنن در حال اینها نه به کدام برنامه کلان متعهد هستند نه چشمنداز واضح برای افغانستان داره و نه خط و خطوط سیاستش مشخصه در شش ما شش رقم موزه میگه همین سیاسیون را که شما حالا نقد دارین در موردشان صحبت میکنین هر کدام اومدن از حکومت انتخاب کردن مشابه به همدیگر بودن اما نشده بین این سیاسیون در سطح کلان یک اجماع سیاسی شکل بگیره که همون اپوزیسیون قدرتمند در برابر حکومت باشه برنامه های اصلاحی پیش کنن هم به وجود نیامده مشکل از کجا ناشی میشه که ما بر سیاسیون خارج از حکومت نتونستیم همین یک دیدگاه مشترک واید داشته باشیم سیاسیون خارج از حکومت به باور ما شناخته که ما دارم دو تیفن یک ایده به دلیل اینکه در قدرت نیستن ولی به لحاظ سیاسی به لحاظ فکر سیاسی به لحاظ زاویه دید و مطالبات کلان دقیقا از همون جای حرف میزنه که آقای غنی حرف میزنه دقیقا از همون جای گپ میزنه از صفحه که آقای غنی آقای کرزی آقای حکمتیار آقای ملا عمر و, و اینا حرف میزنن اینا هم در بیرون هستن در بیرون از حکومت ولی از همونجا حرف میزنن هیچ تفاوت بین نگاه سیاسی و آجندای سیاسی اینا برای آینده افغانستان نیست ولی یک صف دیگه که حداقل در چل سال گذشته این صف پس زمینه مبارزات تاریخی داره کسانی که امروز این دایره رهبری میکنن و سنگ رهبریش را به سینه میزنه در صف سیاسیون تاجک در صف سیاسیون هزاره در صف سیاسیون ازبک و همه را در صف سیاسیون پشتون اینها به ای هست که صداقت لازم در قبال آرزوهای مردم افغانستان را ندارن صداقت لازم در قبال آرمان و خواستها و مطالبات سیاسی تاریخی و هویتی مردم افغانستان را ندارند و فقط تهیج احساسات میکنه تا بازار سیاست و داد و های فردی خود را گرم بکنه و در موارد هم میبینیم که داخترین هیجان ها می در سطح تعاملات چند وزارت و چند سفارت و چند کرسی خلاصه میشه و یک شرم و ننگ خب زمینه با توجه به آمار که را بالای 70 درصد نسل جوان را تشکیل میده افغانستان چقدر این زمینه مساعد شده که مردم افغانستان بیاین رهبری تازه از جوانان را تشکیل بتن و در محوریت از این با برنامه های تازه سیاست افغانستان را به گردش بیارن من باور تجربه نشان میده که اگر به مردم فرصت داده شود و مردم درست انتخاب میکنه و او مردم اون آگاهی لازم رو تا حد و حدود یافته ولی انتظار ما سیاسیون جوان افغانستان و نسل جوان افغانستانی هست که در نگاهش به سیاست و در میدان سیاست دنبال دستیافتن به سمت ها و کرسی ها و معموریت ها نباشه بلکه خط و خطوط و دائیه ها و مطالبات سیاسی و چشمنداز سیاسی رو درست ترسیم بکنه مشکلی هست که همه رقمی که دولت افغانستان و دولت مردان افغانستان در قبال پاکستان و در تعامل با پاکستان طرح مسئله نمیتونن چون میترسند به خصوص کسایی که قدرت را در 17 سال در اختیار داشته از دیورن میترسند از بحث های بسیار سریح و جدی و مسئله های بنیادین افغانستان با پاکستان میترسند در درون افغانستان هم صنف و تیف های سیاسی اصلاح طلب که در پی اصلاح ساختارهای سیاسی است و از بستر مطالبات تغییر برای ساختارها و سازکارهای مدیریتی قدرت و میکانیزم مدیریتی قدرت از این بستر حرف میزنه متاسفانه وقتی با آقای غنی مواجه میشه وقتی با آقای سمترستان. کرزه مواجه میشه شهامت طرح مسئله را نداره و برای همی است که ما دوچار یک سری روزمرگی های سردرگم و آشفت بازار معامله و دلالی هستیم انتظار این هست که جوانان افغانستان اونهایی که باور دارن به تغییر و فکر میکنن که ساختار حقوقی قدرت باید تغییر بکنه تا تقسیم عادلانه قدرت اتفاق بیفته در افغانستان شهامت طرح مسئله را داشته باشد و انتظار ما از سیاسی اونمی هست به خصوص از اونایی که به صورت سنتی قدرت در انحصار دارن و در 17 سال قدرت در انحصار دارن از نیاز افغانستان به تغییر در ساختار تشکر. حقوقی قدرت و تقسیم افقی قدرت توفره نرن فرار نکنن و ماهو. فرصت افغانستان رو بیشتر از زایه نکنه. آصف آشنا، فعال سیاسی است. حضور شما در برنامه تشکر می‌کنم.